سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چلنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران حکومت فقیه در چه وضعیتی قرار دارد؟ از نظر سیاسی در بنبستی گرفتار شده که خود از روز نخست پیان رو افکند، پیریزی کرد با اعدام هایی که از پشت بام مدرسه علوی آغاز کرد و اینکه اساساً آخوند، آیت الله و غیر آیت الله و تفکر دینی هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته و توانایی تولید برنامه‌ای رو هم اونگونه که در این 43 سال بیشتر نشون داده ندارد. این موضوع رو حتی مهدی بازرگان، مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر انقلابی دولت انقلاب خمینی نیز تأکید کرده بود که هیچ برنامه ای نداریم و آمدن و کشور را به دست ما دادن بدون اینکه برنامه ای داشته باشیم. بازرگان هرگز نگفت چه کسانی کشور را تحویل آیت الله خمینی و بازرگان و دیگر انقلابیون دادن. اعتصابات ادامه داره، تظاهرات در شهرهای مختلف همچنان در جریان علارغم کشتارهایی که حکومت فقیه انجام داده است و مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی حکومت فقیه گفته است که سزای آنکه با خدا و پیامبر می‌جنگد اعدام است. سخن او این است که علی خامنه‌ای هم خداست و هم پیامبر، ادعایی که هیچ کس در تاریخ اسلامی هم نداشته است، حتی خلیفه های حکومت های اولیه اسلام. پی میگیریم اون چه رو که در عرصه اقتصادی میگذره و تأثیرات اون بر عرصه سیاسی در ایران. در گفتگو با آقای جهانگیر لقایی در آلمان، کارشناس امور اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به گوشه هایی از ایران. تلپایمتری گلشهر 29 آذر. دم بچه های تلپایمتری گرم. سر مزار شهید راه آزادی خانم آیدا رستمی، این دسته گل رو از طرف همه مردم ایران تقدیم روح پاکش میکنیم. میبینیم که توی چه قربتی به خاک سپرده شده بدون اینکه حتی مردم شهرش خبردار بشن. روحش شاد. وقتش انقلابه، راهش هم اعتصابه. اعتصاب میرسونه انقلاب، اعتصاب اعتصاب میرسونه انقلاب. وقت فساد گرونی، میریم تا زهده گونی. وقت فساد گرونی، میریم تا زهده گونی. سید علی سرنگونه، میریم تا سرنگونی. میریم تا سرنگونی. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. همین آسان خونه سید علی سرنگونه. شما آزر سرسری شب یلدا طولانی ترین شب سال نیست. طولانی ترین شب سال شبی بود که مادر کیان از همسایه‌ها برای جنازه بچهش یخ میخواست. طولانی ترین شب سال شب یلدا نیست. اون شبایی بودن که مادر پدر حسین رونقی جلوی اوین میشستن تا خبری از بچهشون بهشون برسه. طولانی ترین شب سال شبی بود که برادر جنازه برادرش تا صبح تو ماشین گردوند تا دزدیده نشه.
طولانی ترین شب سال شبی بود که رفیق بالا جنازه رفیقش نشست و تا صبح بهش چشم دوخت و تنهاش نذاشت. طولانی ترین شب سال شبی بود که محسن و مجید رضا میدونستن قرار فردا اعدام بشن با تمام آرزوهایی که تو اون تایم جوونی داشتن. طولانی ترین شبای سال تمام این شبایی که مادر پدرها منتظرن تا خبری از فرزند گم شدهشون بهشون برسه، یا اون پدر مادرهایی که دلشون نمیخواد صبح بشه تا نکنه خبر اعدام بچهشون بهشون برسه. اینا طولانی ترین شبای سالن و کاش تموم شن این شبایی که اندازه یه عمر مو سفید میکنن. اما شما این شب یلدا یک ایرانی اصیل باش. آقای لقایی پس از خوش آمد به شما از آلبان، پس از خوش آمد و سلام و درود به شما، پرسش من این هست در آغاز که اعتصابات همچنان ادامه داره و این اعتصابات اهمیتش رو از شما میشنویم که به دقت دنبال میکنین اوضاع اقتصادی سیاسی رو در ایران، اثراتش رو روی خیابان، تظاهرات، اعتراضات. من با درود به شما و تشکر از دعوتتون و همینطور درود به هموطنان عزیزم، در واقع این اعتراضات و اعتصاباتی که الان هست میشه گفت انباشت 44، نزدیک به 44 سال سرکوب، کشتار و جنایتی که جمهوری اسلامی در جامعه ما انجام داده. شما در ابتدای صحبتتون گفتید از همون روز اول و یا ساعت اول در پشت بام اون مدرسه علوی اعدام رو شروع کردن. اینها از همون روز اول هم تنها اعدام‌های سیاسی رو شروع نکردن، بلکه قتل عام اقتصادی رو هم شروع کردن، اون مصادره‌هایی که کردن و به اصطلاح مدیران و صاحبان صنایع رو که برای اون پیشرفت اون مملکت واقعا تلاش کرده بودن و به اونجا رسونده بودن، حالا اون بخش صنعت رو، اینها هم مصادره کردن، هم بسیاریشون رو اعدام کردن، تعدادشون رو زندان کردن و بسیاری هم خب مجبور به فرار شدن. در نتیجه هم قتل عام سیاسی بود و هم قتل عام اقتصادی و نتیجهش این شد که امروز میبینید و توضیح کوتاهی هم شما دادید در مورد اینکه اینا اصلا برنامه نداشتن. الان وضعیت اقتصادی ببینید، نرخ تورم و یا گرانی که اصطلاحا میگن دارید در جامعه بنا به آمارهای رسمی خودشون رسیده به حدودهای 64%، ولی واقعیت اینه به خصوص در بخش مواد خوراکی این رقم تا 200% و 180% و اقلام مختلف حداقلش رو 180% نسبت به سال گذشته یا 200% داره میچرخه. خب اولا که خب اینها برنامه ندارن، یعنی هیچ کدوم از دولت‌های اینها برنامه نداشتن و برنامه ریزی نداشتن و فساد سیستماتیک به اصطلاح نهادینه شده در جامعه ایران، به اضافه این که در یک جامعه ای که درش فساد باشه و به اصطلاح روابط جای ضوابط رو بگیره و غیر متخصصان یا کسانی که اصلا صلاحیت کاری رو ندارن جای متخصصین رو بگیره، معمولا در اون جامعه حالا سرمایه گذاری که نمیشه هیچ، بلکه سرمایه ها هم فرار میکنن. الان از سال 96 میشه گفت این اعتراضات و اعتصاباتی که در جامعه ما اتفاق افتاده باعث شده که سرمایه های داخلی هم فرارش شدت بگیره. البته خب بخشی از اینجا آقای لقایی اجازه بفهمید، وقتی ما سرمایه های داخلی، تولید سرمایه در داخل بر چه اساسی بوده بعد انقلاب؟ شما به 96 اشاره میکنید، 96 با. یعنی حدود 5 سال پیش، 35 6 سال
تولید سرمایه در ایران بر چه اساسی، در چه چرخه‌ای بوده که تولید سرمایه کنه که بعدا فرار کنه؟ دست آدم های حکومت بوده، اقتصاد سالمی بوده که حالا سرمایه مشروعیه، اون بخشش که دزدی هایی بوده و اینها به جای چه جوری بود؟ یه سرمایه‌دار اونقدر شدن که الان دبی چند صد میلیارد دلار سرمایه های ایرانی هستش. ببینید این بخشش که خب پول نفت و مشتقات نفتی بوده، مثلا توی دوره 8 ساله از سال 84 تا 92 که قیمت نفت، سال ایرانی رو دارم میگم، که قیمت نفت به یک باره افزایش پیدا کرد، اینا 705 که دوره احمدی نژاد هم بود، که اینا و اوایل دوره روحانی، خب اینا 750 میلیارد دلار پول نفت گرفتن، 180 میلیارد دلار پول پتروشیمی که مشتقات نفتی هست به دست آوردن و سایر معادن که ایران داشت و تونسته بودن اینا به اصطلاح، یعنی 930 میلیارد دلار در مجموع بود. خب این پول ها بخشش، بخش عمدهش همینطوری که شما اشاره کردید، اینها به وسیله دزدی و چپاول رفت تو کشورهایی که به حساب شخصی اینها واریز شد یا بعد بردن به حساب شخصی خودشون. بخشش که هزینه تروریسم بین الملل مثل هشت و شعبی و نمیدونم حماس و حزب الله و از این قبیل. خب بخش دیگه‌ش هم که صرف 48 نهاد مذهبی رسمی هست، حالا غیر رسمی‌هاش هم که به هر حال هست. اما ببینید یه بخشی که در واقع سرمایه های کوچیک، شما مثلا کسانی که الان در از ایران میرن در ترکیه خونه میخرن، تا قبل از دو سال پیش بیشترین خونه هایی که در ترکیه خارجی ها میخریدن ایرانی ها بودن، و بعدش که یه دفعه مسئله روسیه پیش آمد، جنگ اوکراین، در امسال روسا بیشترین خونه رو خریدن. ببینید اینا در واقع همه سرمایه ها و مملکت، یعنی نه اینکه فقط اون دزدی ها و چپاولی که از اموال ملت شده که پول نفت و گاز و معادن هست، اون یک طرف، و بسیاری از افرادی که از کشور خارج میشن، مثلا فرض کنیم یه نفر دوتا خونه داره و یه دونه کارگاهی هم داشته که 5 نفر براش کار میکردن یا 10 نفر، یا یه مغازه‌ای داشته که 3 نفر هم کار میکردن، این درسته که ممکنه مجموع اینا رو بفروشه ممکنه بشه 200,000 دلار، ولی همین 200,000 دلار رو شما وقتی در مجموع جمع بکنید تعداد افراد رو که کسانی که از کشور خارج شدن، خب رقم بزرگی میشه. یعنی اینا همه سرمایه های اون مملکت، علاوه بر اینکه خود نیروی اون کار هم در واقع جزء سرمایه ها هست. من فقط یه اشاره کوتاه اینجا بکنم، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا حدودا 2 ماه پیش اعلام کرد، نوشت فرار مغزا در طی 40 ساله، یعنی این 3 سال هنوز محاسبه نکرده بودن، در طی 40 سال معادل 300 برابر جنگ ایران و عراق برای ایران ضرر داشته. یعنی شما نگاه کنید جنگ 8 ساله‌ای که اون همه هزینه داشته، این فرار مغزا در طی 40 سال و فرار نیروی کار 300 برابر اون برای ایران هزینه برداشته. خب اینا همه بعد اینا خب سرمایه هایی است که نیروی کار هستن، متخصصین هستن، رو دروسی هم نداشت آقای خمینی، روزای اول گفتش که ما تخصص به طور کلی نمیخوایم، تعهد میخوایم، این اساس اداره کشور بود، هیچ تعارفی هم نداشت آقای خمینی، خیلی سریع گفته بود. اما آقای لقایی، آنچه که در جنوب خلیج فارس روی داد با ورود رهبر چین شرکتش در کنفرانس ریاض، این تحلیل وجود داشت در میون تحلیلگران غیر ایرانی هم که چینی ها از آینده این حکومت نومید شدن. تا چه اندازه چینی که شاخک های اقتصادیش هدایت کننده بسیار سیاست های خارجیش هست، تا چه اندازه این تحلیل ها به واقعیت نزدیک هست؟ یعنی چینی ها فاصله گرفتن سیاسیشون به نحوی در جنوب خلیج فارس که نشوندن، تا چه اندازه این بازار دیگه براشون آنچنان
با اون ور کفه اون ور خلیج فارس که قیاس میکنن چندان سودمند نیست بازار و حکومت ایران. دقیقا همونطوری که شما گفتید، بر اساس اینکه چینی ها مسئله شون یعنی اقتصاد رو در درجه اول گذاشتن، حالا اون آزادی های سیاسی که در درونش وجود نداره اون به کنار، ولی خب شما نگاه کنید وقتی با عربستان یه دفعه قرارداد مثلا 80 میلیاردی میبنده و مطمئن هست که لااقل با شرایط موجود و تحلیلی که در از شرایط فعلی دارن از عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا امارات هست، قطر هست و کویت هست، بقیه کشورها دارن، خب اینها یه چیز روشن و مشخصی است. وقتی میبینن در جامعه ایران مردم ایران الان سالهاست مرتباً داره مسئله تظاهرات میشه و علاوه بر این مسئله برنامه ریزی و سیاستگذاری دولتهای این کشورها هم هست دیگه، اینها نگاه میکنن در درون عربستان دارن گامهایی رو برمیدارن که به اصطلاح بزرگترین شهر الکترونیک رو میخواهد در اونجا در 20 سال آینده به وجود بیاره و قراردادهاش هم با غرب، منظورم از غرب هم کشورهای اروپایی، هم امریکا و حالا بخشش هم با چینی ها بستن. امارات رو داره میبینه پیشرفتشو، خب وضعیت ایران هم داره نگاه میکنه و نه تنها میبینه در یک کشوری که به اصطلاح ثبات سیاسی اصلا وجود نداره، مردمش ناراضی هستن و مهمتر از هر چیز شما در یک جامعه ای که مثل مثلا ایران نرخ تورم مرتب داره افزایش پیدا میکنه، یعنی ارزش پول ملی داره پایین میاد، عملا سرمایه گذاری در اون کشور به حد اقل میرسه، برای اینکه شما وقتی بخواید سرمایه گذاری های به اصطلاح زیر ساختی بکنی که طولانی مدت میشه، یعنی یه پروژه 5 ساله و یا 10 ساله هست، خب این وقتی میبینه نرخ تورم سالانه بنا به اعلام رسمی 50% ولی واقعیت بیشتر از اینه، خب این نتیجه رو میگیره که در این کشور اصولا سرمایه گذاری اولا سود نداره، ثانیا سیستم فاسده و از همه مهمتر ثبات سیاسی نیست چون جامعه ناراضیه. خب درسته در درون خود چین استبدادی هست، ولی وقتی تو جای دیگه میخوان سرمایه گذاری کنن تمام این فاکتورها رو نگاه میکنن برای سرمایه گذاری کردن، در نتیجه چینی ها درست محاسبه کردن و این کار کردن. خب چینی ها از منظره و خیلی های دیگه، چینی ها خب در خیلی از کشورهای اروپایی هم آفریقایی هم سرمایه گذاری کردن، استبدادهای بیداد آفریقا مثل اتیوپی سرمایه گذاری در سدسازی و بقیه موضوعات، بدونین که در اونجا چه میگذره و بقیه در زمینه نفت هم در برخی از این کشورها. این نومیدی، ببینین کشوری که شما درش هستین آلمان در واقع یکی اگر اولی نباشه از نظر حجم مبادلات اقتصادی با ایران، اگر اولی نباشه یکی از مهمترین بوده، ولی میبینیم برای اولین بار میاد خواستار تشکیل جلسه اضطراری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد میشه. حالا اون نشست چه اهمیتی داره بحث من نیست، اما اینی که آلمان میاد از این کارها میکنه یا فرانسه میاد مثلا یه مانورهای سیاسی میده به نحوی آقای مکرونی که تا دیروز دست محمد جواد ظریف رو میبرد پشت درهای مثلا نشست های اروپا و آمریکا که یه کاری یه اقدامی برای اینها بکنه، الان وقتی که یه همچین چیزهایی رو ما میبینیم اینها تا چه اندازه نومید شدن از ادامه سرمایه گذاری در ایران یا نجات سرمایه های تا کنون گذاشته خودشون در ایران مثل شرکت های فرانسوی الفو برای تمام اساس اینها برمیگرده آقای چالنگی به این که در جامعه ایران اینا به درستی متوجه شدن، نه اینکه الان متوجه شده باشن، به نظر من اینا یه پروسه ای رو طی کرده و به این قضیه در واقع تقریبا واقف بودن، میدونستن که نارضایتی عمومی و عدم اعتماد اجتماعی که بزرگترین به اصطلاح مسئله هست، حالا چه در ثبات سیاسی جامعه و چه در رابطه با مسئله اقتصادی، در جامعه ایران وجود نداره، یعنی مردم
اعتمادشون نسبت به حاکمیت ریخته. این بسیار فاکتور مهمی هست. ممکنه یک جامعه ای 20 سال 30 سال 40 سال باشه، حالا زمانش میتونه طولانی باشه، اعتمادش نسبت به حاکمیت ریخته باشه، ولی هنوز به اون مرحله نرسیده باشه که دست به اعتراضاتی بزنه که دیگه نخواد عقب بشینه. و این مسئله در جامعه ایران، خب همه ما میدونیم در واقع شاید بیش از 30 سال واقعا نارضایتی عمومی در جامعه وجود داشت، عدم اعتماد به حاکمیت وجود داشت. اما اینکه وارد فازی بشه که دیگه اعتراضات عمومی بشه و عملا حاکمیت رو برای برانداختن به چالش بکشه، این میشه گفت در سال 96 تقریبا نمود خودش رو داد. البته ما قبلش داشتیم این تظاهرات رو، در سال 78 بود اعتراضات دانشجویی، در سال 88 این فاکتور بسیار مهمیه. و در واقع این بار اینا دقیقا به این نتیجه رسیدن که جامعه ایرانی، حالا درصد که مشخص نیست ولی به طور قطع ما بین 85 تا 90 درصد مردم ایران این حاکمیت رو نمیخوان، و در نتیجه اینها به خصوص آلمانی که شما اشاره کردید که خیلی محافظه‌کارانه در واقع رفتار میکرد با جمهوری اسلامی نسبت به سایر حتی کشورهای اروپایی، الان بسیار قاطع داره وارد این میدونه که این رژیم رفتنیه. حتی اگر این تظاهرات به طور موقت و این اعتراضات به طور موقت خاموش که نخواهد شد، به طور موقت یه مقدار فروکش بکنه، حتما در آینده نزدیک شدیدتر دو مرتبه به پا خواهند خواست مردم، و در نتیجه در چنین جامعه قابل اعتماد نیست و حاضر نیستش کسی ریسک بکنه یه همچین کاری رو بکنه، سرمایه گذاری بکنه. خب چقدر همسو هست منافع به سر ملی کشورهای اروپایی چین با ایرانی که به هر حال حکومتی بر سر کار خواهد بود که منافع ملی ایرانیان به اصطلاح ستون فقرات سیاست خارجی شد. چقدر این میتونه همسو باشه باشون؟ ببینید این میتون، این لااقل ظاهر قضیه اون چی که الان هست، این همسویی میتونه وجود داشته باشه، ولی منافع ملی هر کشوری زمانی به نظر من تأمین میشه که دو طرف سود ببرن. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا ما فقط منافع ملی خودمون رو، یا فقط ایران سود ببره ولی آلمان ها که میان اونجا یا امریکایی ها که میان فرق نمیکنه یا کشورهای دیگه اونا سود نبرن. زمانی منافع ملی ما تأمین خواهد شد که اونها هم منافع ملیشون تأمین بشه، منتها یه طرفه نباید باشه دیگه. این بستگی داره به اصطلاح نظام آینده ای ایران، که بنده بسیار خوشبین هستم که نظام آینده ای ایران یه نظامی هست که حتما دموکراتیک خواهد بود و هر دموکراتیک هم باشه منافع ملی ایران رو تأمین میکنه. اما در این شرایط، یعنی الان در این لحظه، منافع ملی مردم ایران با منافع ملی غرب، اروپا، امریکا، این گره خورده. یعنی اونا بر اساس منافع ملی خودشون دارن تشخیص میدن که این رژیم ماندنی نیست و باید جانب مردم رو بگیرن. در نتیجه این به نفع ملت ایرانه و این میشه گفت یه گره خوردنه. البته یه اشاره هم به اینجا بکنیم و اون این که میشه گفت جمهوری اسلامی مستقیم در واقع با اتحادیه اروپا وارد جنگ شده در رابطه با اوکراین و این هم در این شرایط میشه گفت کمک کرد به مسئله به اصطلاح مردم ایران. خب اینا یه موضوع دیگه هم در همین زمینه هست که مثلا الان متوجه این نکته شدن که یک حکومتی که بشه اعتماد کرد به سرمایه گذاری در کشور تحت قلمروش ایرانی که صاحب مهمترین مخازن گاز و نفت هست، دیگه دست اروپایی زیر ساتور به اصطلاح روس ها نخواهد بود در این سرمایه زمستانی که داره میاد و جاهای دیگه، و این حکومت هیچ نوع اعتمادی برای سرمایه گذاری نیست.
و به هر حال اهمیت ایران منابعش روشن‌تر و برجسته‌تر شده، اینطور نیست؟ بله دقیقاً. اولا از نظر منابع گازی که خب ما بدون در نظر گرفتن مسئله گاز مازندران یا نوشهر دومین گاز رو فعلا داره، حالا اون معلوم نیست چند میلیارد به اصطلاح متر مکعب گاز در درونش هست، و حالا علاوه بر این به هر حال پنجمین کشور ثروتمند طبیعیه، یعنی منابع طبیعی داره در جامعه ایران. من به این نکته اشاره بکنم، ببینید سازمان انرژی امریکا دو هفته پیش اعلام کرد در طی 7 ماهه سال 2022 ایران 34 میلیارد دلار نفت فروخته، در همین 7 ماهه عربستان سعودی 171 میلیارد دلار نفت فروخته و مثلا امارات عربی 68 میلیارد. یعنی این نشون میده که اینا مبادلاتشون رو حتی با نفتی که در این شرایط این همه نیاز بهش دارن به حداقل رسوندن با ایران، و اینو میدونید که ایران تقریبا داره بشکه‌ای ما بین 40 تا 50 دلار هم تازه تخفیف میده، یعنی زیر قیمت جهانی داره میده که بفروشن، ولی با تمام این احوال حاضر نیستن کسی به اصطلاح این نفت رو بخره. حوزه های گازی ایران بسیار و همینطور حوزه های نفتی به هر حال، و البته حوزه علمی هم ما داریم که در قم البته بیشتر یک زمانی منابع نفت و گاز بود، منتها خب به صرفه نبود بهره برداری، حالا ببینیم در آینده چه خواهد شد. حوزه های نفت و گاز تنها جایی که این حوزه ها شما گفتید خوب کار میکنه همین حوزه های آخوندی هست، وگرنه بقیه حوزه ها همه نابود کردن. اینا در حال چه ارتباطی با گاز دارن و نفت و گاز و این چیزها که آقای خمینی گفت متخصص بارها اینو اشاره کردیم. اما بله منافع ملی نیستش که کشوری به اصطلاح زیر استثمار و استثمار این اصطلاحات، منافع ملی مردم جایی کشورهای مختلف به جایی نقاط مشترک میرسن، بر همین محمل و همین مسیر هم کشورهایی مثل برزیل و سنگاپور و کره جنوبی که روزی بحران اقتصادی بودن بر همین اساس منافع ملی مشترک الان اقتصاد به اصطلاح چشمگیری دارن و بسیار اقتصاد رو به رشدی دارن، و برخی از کشورهای اروپای شرقی که در جریان هستیم. الان یکی از تحولات بسیار مهم آقای لقایی در جنوب خلیج فارس دوستی اعراب و اسرائیل هست، کشورهای عرب که روابط ساختن. از نظر اقتصادی خب میشه منتظر بود که تحولات بسیار زیادی این روابط تولید کنه، یه بسیار وزنه سنگینی شده در تمام معادلات بسیار خاورمیانه و بسیار مثبت. البته از نظر من تا چند اندازه این همکاری ها که باز بر اساس منافع و مصالح ملی کشورهای عرب جنوب خلیج فارس است و اسرائیل، این استراتژی رو میتونه در آستین خودش داشته باشه که گسترش پیدا کنه و همکاری با ایران و از طریق ایران با کشورهای آسیای میانه، این رو میشه تشخیص داد؟ منظورتون در آینده بعد از جمهوری اسلامیه، یعنی روابط با اسرائیل؟ روابط عرب و اسرائیل هست، در شمال ایران هم منابع بسیاری هست، کشورهایی هستن بعد از آزاد شدن این کشورها از زیر بسیار سلطه شوروی همچنان هستن، منطقه با وضعیت بسیار اسفناکی که هستن. تا چند از این وزنه، این همبستگی، این هرچی که هست، این روابط عرب و اسرائیل از نظر اقتصادی اگر ایران صاحب یک حکومت ملی باشه به سود مردم میتونه به اصطلاح به پلی تبدیل کنه ایران رو بین جنوب خلیج فارس و شمال ایران از نظر اقتصادی، و یک منطقه قدرتمند اقتصادی مثلا در برابر چین و بقیه داشته باشه یا همراه اون. بسیار موثره. ببینید من فقط یه توضیح کوتاه بدم، منافع ملی
روی سه پایه اساسی، البته پایه های فرعی دیگه هم داره، استواره: رفاه ملی، امنیت ملی و دفاع ملی. یعنی اینها رو باید، البته خب هر کدوم اینا تعریف داره دیگه، یعنی اگر این گفته بشه باید تعریف. من فقط خواستم اشاره کنم، معلومه که خب برای توضیحش خیلی مفصل بعد بفرمایید. اولا به نظر من اعراب به هر حال، یعنی کشورهای عربی، البته خب مصر در زمان شادروان سادات این کار رو کرد و خب دیگه همه ما یادمونه دیگه که واقعا چه کار بزرگی رو انجام داد آقای انور سادات. و الان این کشورهای عربی این کاری که کردن، معلومه که این به نفع منافع ملیشونه. این تنشی که سالهای طولانی وجود داشت و اعراب رو، یعنی کشورهای عربی رو بدون هیچ دلیلی، واقعا یعنی کشوری که به وجود آمده بود، کشوری که وجود داشت، کشوری که سازمان ملل به رسمیت شناخته بودش و عملا امکان نداشت اینو بتونن حالا از دید خودشون این رو نابود کنن، میلیاردها دلار طی این سالها هزینه بی مورد کردن برای جنگی که اصلا به هیچ نتیجه‌ای نرسید، در حالی که میتونستن همین کار رو برای کشور خودشون این بودجه رو بذارن. در نتیجه این صلح از نظر منافع ملی اینها کلی از نظر اقتصادی به نفعشون شد، میتونن در راه سازندگیشون به کار ببرن، کما اینکه به هر حال این کشورها دارن این کارو میکنن. و مهمتر از هر چیز اسرائیلی ها، البته الان در کشور آذربایجان به هر حال روابط نزدیکی داره با اسرائیل، در خیلی از کشورها در زم آقای لقایی ببینید، پرسش من این هست، ایران میبخشید حرفتون قطع کنم، بله اسرائیل خب روابط دوستانه داره در آذربایجان و بسیار هم هر روابطی دوستانهی بسیار مثبت خواهد بود، حرف من اینه، ایران بالقوه چه نقشی میتونه داشته باشه بین جنوب خلیج فارس، اسرائیل و اعراب و شمال ایران و بشه پلی برای اقتصاد جهانی و بسیار ارجمند و مهم با قدرتی که خود ایران از نظر منابع داره؟ کوتاه بفرمایید، ممنون. در بعد از جمهوری اسلامی، نظامی که در ایران میاد که ما امیدوار هممون هستیم زیاد که به اصطلاح یک نظام دموکراتیک باشه، معلومه ما باید روابط بسیار حسنه‌ای با کشور اسرائیل داشته باشیم، از امکانات علمیش میشه استفاده کرد و باید این روابط وجود داشته باشه. و این تنش در خاورمیانه، یه قده‌ای که نزدیک به 50 سال این ادامه داره، این باید از ببخشید بیشتر ادامه داره، باید بره از سال 1948. در نتیجه این باید این روابط به وجود بیاد و همونطوری که شما کوتاه اشاره کردی، ما همونطوری که در گذشته با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط بسیار دوستانه و نزدیکی داشتیم، این روابط باید گسترش پیدا کنه و با کشورهایی که در بخش شمالی ایران و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمدن. ما ایران از تمام این پتانسیل ها می تواند استفاده کند. با 15 کشور جهان ما مرز مشترک داریم آبی و زمینی، بنابراین ایران نقش بسیار بسیار مهمی رو میتونه در این زمینه ایفا کنه، در این حال از نظر اقتصادی بیشترین سود رو هم خواهد برد توی این زمینه در رابطه با سرمایه گذاری و از نظر ثبات سیاسی. بله، ایران به هر حال در جنگ دوم نقش مهمی داشت در پیروزی متفقین و مورد اشغال قرار گرفت، اشغال کردن، ناسپاسی ها کردن، ضربات و لطمات بسیار به ایران وارد کردن، اما در آینده میتونم اونطور که اشاره کردن آقای لقایی عزیز پیوندی رو به وجود بیاره بین کشورهای منطقه و از منابع همه کشورها در جهت رفاه مردم اون کشورها از جمله ایران استفاده بشه. ببینید، سپاس بسیار داریم از شما آقای جهانگیر لقایی و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. ممنون از شما.
و ما بینندگان گرامی، بیش از 43 سال هست که حکومتی بر سر کاره که اون چرا که به عنوان منافع ملی تعریف میشه، آقای لقایی هم اشاره کردن به اصول و کلیات موضوع و همه شما عزیزان در زندگی روزمره در ایران دریافتید که این حکومت حکومتی نیست که نگران سفره و زندگی مردم باشه، حکومتی بر سر کاری که خلاف منافع ملی و مصالح کشور عمل کرده و به سود بسیار و بسیاران بوده جز ایران و ایرانیان. خب طبیعی هم بود از این بابت. چرا؟ چون آخوندی رو که نون و ماستش رو داشت می بود به خونهش و گوشهی ذکر خدا با ریا بدون ریاکاری یا هر چی که بود انجام می داد، انقلاب برداشت و روی سر خودش گذاشت و بعد با عزت و احترام بر تخت قدرت نشوند و از او توقع داشت که کشور ایران رو اداره کن. هیچ نگاهی هم نکردن به اینکه رهبر این انقلاب آیت الله خمینی در سال 41 و 42 چه گفت و چه میخواست. اونها که مسئول بودن در رده های نخست سیاسی همراهان آیت الله خمینی. نتیجه رو روزمره ما میبینیم. نیکا شاکرمی عزیز، حدیث نجفی، مهسا امینی، نیکتا اسفندانی، پویا بختیاری، کیان پیرفلک، هزاران جوان و کودک ایرانی، هزاران کهنسال و میان سال ایرانی، زن و مرد و دختر و پسر توسط این حکومت کشته شد. پلهایی که پرپر شدن مانند نیکای عزیز ایران. ویدئویی منتشر شده، مادر او منتشر کرده، از دوران کودکی نیکا در میان سبززاران. گلوله های حکومت فقی جان او رو پرپر کرد. نیکا با چه مراقبتی، با چه زیبایی گلچینی میکنه، اما گلوله های فقی او رو کشت. و محسنی اژه‌ای حکومت میگه هر کی با خدا و پیامبر در ستیز باشه حکم او مرگه. نیکای عزیز و نیکاهای عزیز دیگه چه جنگی با خدا و پیامبر داشتن جز حقوق خودشونو میخواستن، آینده خودشونو که توسط حکومت فقی مصادره شده بود در پی اون بودن از چنگ و دندان حکومت فقی در بیارن. میبینیم و بعد گوشه هایی از اون چی که در ایران میگذره و ادامه خواهیم. چقدر قشنگه، چقدر ناز بلنده، من میچینم بود برا خودم بود که بزرگ باشم با تو، باشم با تو خود بو تماشا میکنی، دوست خروج میکنی که این که کار نداره، با آسونیت درست میشه، با آسونیت درست میشه، این گلی نازمون نشه زیده رازمون، رازمون از کی اومده، از کی اومده. چی داری میخونید؟ برا خودم میخونم. برا خودم چی میخونی؟ میخونم یه شعر خوشگل. اسم شعرت چیه؟ اسم شعرم این بودش. حالا بذار بقیهش رو برات بگم که بفهمی یا از من بگیری. خوبه. حالا وقتی که خانم هاست اگه پر بشی توی آسمون ها، اگه پر بشی توی آسمون ها، خیلی قشنگه با تماشا بود
حالا اصیار بگیری با تماشا، بگیری با تماشا. وقتی که سهار میبایی میشه که فردا، فردا شب دیگه شب میشه با تماشا. آنه شعر شاعرانه میری کسنگی که خیلی بله حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم شعار مردم، تظاهر کنندگان، مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتوری، حکومتی که به روی کودکان و نوجوانان ایران آتش گشوده، نوجوانان ایرانی رو در زندانها شکنجه داده، به قتل رسونده بسیار طی این سالهای سیاهی که بر ایران گذشته و همچنان در حال گذره. و اون سوی خیابون البته دیدیم و میبینیم که همچنان حضور دارن مردمی که خواستار بازپس گرفتن کشورشون هستن. و ما در این میان باز هم از همون سخنان همیشگی، سخن علی خامنه‌ای، گروهی رو از کسانی که در جریان انفجار یا تیراندازی در شاهچراغ شیراز کشته شدن، بستگانشون رو بردن در اونجا پیش خامنه ای و اونم اومده از همون حرفای نخنمایی زده که شاهچراغ، حادثه تروریستی شاهچراغ موجب رسوایی آمریکایی‌های منافق و سیادل شد. همه چیز مشت محکم به دهان آمریکا و بقیه است و باعث به اصطلاح رسوایی آمریکا. همه دریافتن که کار چه کسانی بود و چه کسانی در این ماجرا دست داشتن. ورنه شما جوان ایرانی محسن شکاری عزیز رو و رهنورد عزیز رو ظرف چند روز به جوخه اعدام میسپرید، به جوخه اعدام میسپرید. هنوز کسانی که به گفته خود شما عامل شاهچراغ بودن، نمیدونین چه کسانی هستن. یا اونطور که این سردار مندرآوردی محسن رضایی ادعا کرده بود که افرادی که باعث قتل کیان پیرفلک و بقیه شده بودن در ایزه رو ما در مرز آذربایجان دستگیر کردن، کو؟ اینا کو؟ جوانای ایرانی رو ظرف 10 روز، 5 روز، 15 روز، 17-18 روز به اعدام میسپره، جوخهای اعدام تناب دار به گردنشون میندازه. محسن شکاری عزیز رو میبینیم، محسن شکاری ایران رو، جوان ایرانی رو، نغمه خوان. تو تک ستاره منی، به خدا ناز تو چشمات رو به دنیا نمیدم. حالا من یه آرزو دارم تو سینه که دوباره چشم من اقوام ایرانی.
کشیدنده رنگین کمان ملت ایران. محسن شکاری عزیز رو دیدیم. دیدیم. با آرزوهای ارجمندش که در کار خودش برای دوستانش تعریف کرده بود. زندگی مختصری که داشت. و آرزوهای بزرگی که داشت. برای خودش و جوانای دید. اقوام ایرانی که تشکیل دهنده رنگین کمان مردم ایران هستند، نصیب همه اونها گلوله‌های حکومت فقیه شد. همه مذاهب ایران، از سنی و شیعه و زرتشتی و کلیمی و مسیحی و بهایی و همه مذاهب. خدا نور عزیز در سیستان و بلوچستان و بلوچهای عزیزمون که داغدار هستن، همچون مردم کردستان، همچون مردم گیلان، همچون مردم همه جای ایران. میبینیم خدا نور عزیز رو. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بریم. بعد ما بارون میباره از شازایی، برمیشه این خونه از رخص و بلوشاده، ما بریم تو سینه آرک باروان. خدا نور عزیز شادمانه برخص و از میکردن دیگران شادی خود به قطع میرسه. نویل دفکاری عزیز میگفت اینا تنابی در دست گرفتن دنبال گردن میگردن، گردن جوانهای ایران. در عرض چند روز بعد به جوخه های اعدام سپردن، به جوخه های اعدام و به تناب دار. خدا نور چه جنگی با خدا و پیامبر داشت؟ مثل بقیه عزیزان چه جنگی با خدا و پیامبر داشت؟ کجا و کی گفته که خدا و پیامبر یعنی علی خامنه ای؟ یعنی این قاتلانی که هستن، محسنی اژه‌ای و احمد خاتمی و علم الهدا و ابراهیم رئیسی، اینا خدا و پیامبرن. خود همین آخونده بر منبرها گفتن طرف بلند شده در منبر عمر که بوده سخن گفته اگه به راست نری ما با این شمشیر تو راست میمونیم. چه اتفاقی افتاد؟ دختر نازنین ایرانی جمله از این خامنه ای رو گلدوزی کرده، به زندانش انداختن. چند سال باید در زندان باشه که تنها حقیقتی رو که گفت، البته خاک بر سر خود خامنه ای که گفته بود خاک بر سر ملتی که من رهبرش باشم، اینو گلدوزی کرده این جمله. خدا نور چه جنگی باید؟ از صحبت یکی از فرانه مصر می کنن که دعای خدایی کرد که داستانهای مفصلی داره. محسنی اژه‌ای شده خدا، احمد خاتمی و علم الهدا و اینا هم شدن خدا، ابراهیم رئیسی شده خدا، حسین لاجوردی شده خدا و پیامبر. یعنی گفتی این کارای شما درست نیست، با خدا و پیغمبر جنگ کن. یعنی با اینا دیگه وقتی کسی آمده ضد خدا حرفی زده باشه، ضد پیامبر حرفی زده باشه، در جایی جایی داشتن از نماز جمعه می اومدن در سیستان بلوچستان در زاهدان به گلوله بستید و بقیه موز. خدا نور چه کرده؟ بله. و الهام افکاری خواهر نوید افکاری رو هم به 5 سال زندان محکوم کردن. به 5 سال زندان. کشتن برادر کافی نبود، 5 سال زندان برای الهام.
مگه نه خواهر امام حسین در بارگاه یزید اون خطبه رو خوند؟ روزه خانها و حریکه قدرت ما این روزه رو باز برای چندمین بار بکنیم. خواهر داغدیده ای سخنی گفته، 5 سال زندان، چون با خدا و پیامبر که خامنه‌ایست جنگ کرده. و کسان دیگه، حمید رضا روحی عزیز چه میخواست جز شادی و زندگی؟ نه برای خود، برای دیگران. میبینیم حمید رضای عزیز رو نغمه خوان. دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. اومدم یه سری از کارهای جدیدمون نشون بدم که خیلی خفن، مطمئنم. بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره، ممکنه هر دفعه اونجوری که میخواستی پیش نره، خاطر داره خوابو میگیره اصلا. حمید رضای روحی، جوان نازنین ایرانی، جنگ با خدا و پیامبر کجا که ای؟ این خدا و پیامبری که اومده در قالب علی خامنه ای و مهران سماد، جوان دیگه ایرانی، میبینیم عزیز دیگری از ایران. آرام آرام نشستیم در دل من ای آشنا، آرام آرام گذشتیم از کنارم، نامهربان ای بایزید همه بی پایان. امشب امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را، امشب امشب مثل هر شب در خیابانم، پس چرا من ماندم و ابر بیباران. مهران سماک عزیز، مهران سماک عزیز، جوان نازنین ایران، کشتن به امید ماندگاری. اما حکومتی رو سراغ دارید در طول تاریخ که با کشتن و زندان و شکنجه ماندگار شد در قرن 20 و 21؟ بارها گفتم هرگز. اگر چنین بود شوروی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، هنوز بر سر کار بود. شما نه خدایید و نه نماینده خدا، اشغال کنندگان ایران هستید به اعتبار عملی که انجام میدید، نه شعار، نه به قصد تحریک و سخنی گزاف. عمل شما شده اشغال کنندگان در قرن‌های نخست ظهور اسلام و در همون حوالی در جای دیگه جهان دیگر. زندگی در جریان و درخشان خواهد شد آینده جوانان ایران بیتر. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، سپاس از همراهیشون. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد